ببینید مهمترین مسئله ایران که موجودیت ملی ما رو تهدید میکنه و ضمناً باعث گسترش فقر شده همین مسئله انرژی هسته‌ایه. و از سال 2005 دولت ایران با بخشنامه‌ای به رسانه‌های داخلی اونها رو ممنوع کرده از صحبت کردن راجع به انرژی هستی. چنانه که دیدید وقتی که حتی رئیس جمهور وقت یعنی آقای روحانی بعد از اینکه توافقات ژنو انجام دادن آمدن گفتن که بابا بیاین حرف بزنین، یه نفری که حرف زد مواجه شد با تعقیب کیفری. بنابراین یک سکوت نابجا در مورد مسئله انرژی هسته‌ای هست. همه اینها به صورت گفتگو باید مطرح بشه که مردم در جریان قرار بگیرند و بعد این مردم هستند که بایستی تصمیم بگیرند. بنابراین میبینید عنوان کردن مسائلی چون زورگویی آمریکا و اسرائیل و پاکستان بمب اتمی داره و ما اینا تمام یک نوع پیش‌داوری غیر عادلانه است که منتقدین به این فراخوان میکنند، چون فراخوان هیچ نوع مثبت یا منفی نگاه نمیکنه، میگوید ما فراخوان دادیم برای اینکه همه صحبت بکنن. این فراخوان برای چیست؟ برای این است که دولت ایران اجازه نمیدهد صحبت کنید. در حقیقت به مسئله انرژی هسته ای من از دیدگاه حقوق بشری نگاه میکنم، یعنی میگویم آزادی بیان در هر شرایطی اولین پله دموکراسی است. مردم بایستی حق داشته باشن حرف بزنن و دولت ایران بی خود جلوی حرف زدن مردم رو گرفته و الان هم که عنوان میکند حرف بزنید در حقیقت فریب دیگری میدهد، نمیخواد مردم حرف بزنن. ببینید میخوام دوست دارم بحث یکم باز بشه، باید چند چیز رو از هم تفاوت بینشون قائل شد. تکنولوژی هسته‌ای، انرژی هسته‌ای، بمب هسته‌ای. وقتی می‌خوایم صحبت بکنیم راجع به مسائل هستی باید ببینیم راجع به چی می‌خوایم صحبت بکنیم. اون چیزی که مربوط به تکنولوژی هسته‌ای عادی میشه در ایران از سال 1965 عملاً وجود داشته. ایران آغاز کار اتمیش در سال‌های بین جنگ بوده، سپاه پاسداران این امر رو تصدی کرده و هدفش هم هدف نظامی بوده. هیچ گونه از فعالیت‌های ایران توجیه انرژتیک و اقتصادی نداره، توجیه نظامی داره. ولی از سال 2002 یعنی وقتی که اسرائیلی ها مسئله نتنز رو افشا کردن و آقای خاتمی هم سر کار بودن، ایران تغییر عقیده داد، پروژه ساخت بمب رو کاملا کنار گذاشته. تمام سازمان های اطلاعاتی آمریکا و حتی اسرائیل هم واقف هستند نسبت به این مسئله، ولی تکرار میکنن. چرا تکرار میکنن؟ برای که ایران رو تو دام انداختن، دامی که خود رژیم برای خودش ساخته. ایران حاضر نیست بیاد بگه که چرا این فعالیت ها رو شروع کرده، چه شکلی میتونه بیاد بگه که من این فعالیت ها رو برای ساختن بمب شروع کردم الان میذارم کنار. اما موضوع سخنم در امروز در این نشست بررسی ابعاد پرونده هسته ای ایران، پیامدها و نتایج آن بر تار و پود زندگی مردم ایران نیست، بلکه موضوع اصلی سخنم در جمع شما بررسی چرایی مسلط شدن گفتار هسته‌ای به مثابه حق و به حاشیه راندن دیگر حق‌ها مانند حقوق بشر و دموکراسی در جامعه ایران هستش. میشل فوکو فیلسوف فرانسوی جمله‌ای داره بسیار مهمه که ایشون درباره قدرت میگه هر کجا که قدرت هست مقاومت هم هست. اما متأسفانه این گزاره فوکو در مورد ایران حداقل در بحث گفتار هسته‌ای صدق نمی‌کنه. اولین سوال اینه که چرا ما باید در این مورد بحث کنیم؟ انتقاد شده در شبکه‌های اجتماعی به ما و وقتی که ما این برنامه رو اعلام کردیم که این بحث روشنفکرانه است، این بحث بیخوده، حکومت که در حال مذاکره است و این مسئله حل میشه، برای چی میخواید بحث بکنید؟
در مورد مسئله هسته ای ایران چرا باید قدرت‌های خارجی بسیار و بسیار بیشتر از ایرانی‌ها اطلاع داشته باشند؟ چرا باید مطبوعات خارجی درباره کم و زیاد مسئله اتمی ایران اطلاع داشته باشند و مردم ایران اطلاع نداشته باشند؟ این چگونه حق مسلمی است که من نباید بدونم چیست، از کجا نشأت گرفته، به کجا میخواد بره، چقدر هزینه داره و چگونه باید بره؟ اینها سوالای اساسی است. من فکر کنم که اگر واقعا هدفمون ساختن یک جامعه دموکراتیک در ایران هستش، خیلی راحت میتونیم جواب بهش بدیم. زمانی که قدرت اجتماعی در ایران شکل بگیره میتونه قدرت رو پاسخگو بکنه، شفافیت ببخشه به قدرت و از این راه بتونیم پروژه خودمون رو پیش ببریم. اونها به همین دلیل حکومت همواره از انباش قدرت اجتماعی هراس داره و نمیذاره یک انجمن یا یک روزنامه هم حتی از یک حد میزان تیراژش که بالا بره منتشر بشه یا یک انجمن قدرتمندی در داخل ایران شکل بگیره و به همین آسانی اینها رو از بین میبره. به همین دلیل انباش قدرت اجتماعی بسیار مهمه. پروژه آلترناتیو یا برنامه آلترناتیو جامعه مدنی سازی و قدرت یابی شهروندان هستش. همین.